بیش از 4 ماه از اعتراضات مردم میگذره و در این مدت امیر تتلو هر بار به یک شکل به اتفاقات اطرافش واکنش نشون داده. او که در این سالها نشون داده از مشکلات شخصیتی و روانی رنج میبره، در این مدت بارها حرف خودش رو عوض کرده و یک روز از مردم و روز دیگر از حکومت طرفداری کرده و هر بار هم مخالفان و موافقان خودش رو داشته. اما هرچی جلوتر رفت و مردم رو بیشتر به سخره گرفت، بیشتر از سمت مردم طرد شد و محبوبیتش رو از دست داد. این واکنش ها و رفتارهای مردم تا جایی پیش رفت که چند روز پیش امیر تتلو با انتشار پست هایی در توییتر خودش به بیماری های روانی خودش اعتراف کرد و برای بار چندم از موسیقی و فضای مجازی خداحافظی کرد. اون در توییترش نوشت: من واقعا مشکل روانی دارم و فکر میکردم دارم حرفای درستی میزنم همیشه و دارم کمک میکنم. خب خیلی ها این وسط میگفتن، اما بالاخره فهمیدم و قبول کردم که من واقعا مشکل روانی دارم. بارها به همه بیادبی کردم و آهنگهایی ساختم که توش پر از بیادبی بود. شرمندم، من واقعا نفهمیدم چی شد. انگار یکی از بیرون کنترلم میکرد و واقعا دست من نیست هیچی. من دیگه میشینم و صبر میکنم که بمیرم. نه چیزی میخونم و نه چیزی مینویسم و یا میام ایران و خودم تحویل پلیس میدم. فقط ببخشین، من واقعا دست خودم نبود و نیست و همین الانم نمیفهمم چی دارم میگم. کانال یوتیوب رو میفروشم به هر کی زودتر پول داد و همین یه دونه سفرم به عنوان خواننده از بین میبرم. به شماره های بلیط فروشی زنگ بزنید برای خرید کانال یوتیوب و من به زودی ایران میام. اگه دوست داشتین اعدامم کنین. من فقط معذرت میخوام و نمیدونم، شاید واقعا مشکل روانی داشتم و دارم. من از اینجا به بعدش واقعا به درد نمیخورم و شاید اصلا تمام حرفام غلط بوده و هست. شاید تأثیر ماریجوانا بوده همه چی و شاید گذشته بد و زندگی واقعا سخت. من تسلیمم، یکم وقت میخوام که آماده شم و خودم رو تحویل بدم. البته با گذشته ای که از امیر تتلو به یاد داریم، بعید میدونیم که اون بخواد این کارا رو کنه و به ایران برگرده. اما چیزی که مشخصه اینه که اون دیگه نه از حمایت طرفداراش برخورداره و نه تو جامعه رپ فارسی اعتباری داره و سعی داره که با این مظلوم نمایی ها یکمی برای خودش اعتبار بخره. نظر شما در این باره چیه؟ برامون کامنت کنین. لطفاً برای حمایت از کانال این ویدیو رو لایک و حتما کانال رو سابسکرایب کنید.